بر اساس اطلاعاتی که روزنامه فاینانشال تایمز به تازگی منتشر کرده، کمیسیون اروپا در سال 2016 دو سال پیش از رسوایی فولکس واگن از تقلب یک شرکت خودروسازی آگاه بوده ولی واکنشی نشان نداده است. بنابراین گزارش، یانس پوتوچنیک، کمیسر وقت در زمینه محیط زیست، دیگر همکاران خود از جمله آنتونیو تایانی، کمیسر سیاست های صنعتی را از وجود تقلب در حین آزمایش های مربوط به میزان آلایندگی با خبر کرده بود. آقای تیانی در این باره میگوید جنل 2012 پیش از این در سال 2012 کمیسیون اروپا با بیانیه‌ای رسمی به این موضوع اشاره کرد پس از آن وظیفه کشورهای عضو بود تا شرایط آزمایشی را بهبود بخشند ابستانسا <تصفح> بین با این حال بسیاری از نمایندگان پارلمان اروپا خواهان روشن شدن این موضوع هستند باس ای خود نماینده حزب سبزهای آلمان میگوید ما خواهان آن هستیم که تحقیق و تفحص درباره نقش کمیسیون اروپا و مقام های کشورهای عضو صورت گیرد تا مشخص شود چرا این اطلاعات در آن زمان مورد بررسی قرار نگرفتند پارلمان اروپا همچنین خواستار به کارگیری آزمایش‌های کارآمدتری برای شناسایی آلاینده‌ها در شرایط واقعی و نه تنها در شرایط آزمایشگاهی شده است.